عقب نشینی فضاحتبار سردشخیم قضایی خامنه‌ای و برکناری اسماعیلی جنایتکار از ریاست سازمان زندان‌ها. وحشت و شکست مانورها و دروغ پردازی های رژیم. در وحشت از گسترش اعتراضات اجتماعی علیه سرکوب زندانیان سیاسی، سردشخیم قضایی خامنه‌ای در یک عقب نشینی فضاحتبار اسماعیلی جنایتکار را برکنار کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت که آخوند صادق لاریجانی طی حکمی اسماعیلی جنایتکار را از ریاست زندانهای کشور برکنار کرد و به سمت رئیس دادگستری آخوندی در تهران گماشت. دشخیم اسماعیلی در روزهای اخیر با دروغ پردازی های فضاحتبار تلویزیونی و مطبوعاتی که موجب خشم و نفرت عمومی شده بود، به تکذیب حمله دشخیمان به زندان اوین و تهدید زندانیان سیاسی پرداخته بود و برکناری او نشانه شکست مانورهای دیکته شده توسط خامنه ایست. آخوند لاریجانی به جای دشخیم برکنار شده، مهره جنایتکار دیگری به نام اصغر جهانگیر را به ریاست زندانها گمارده و خطاب به وی نوشته است: نظر به تجربیات مدیریتی و ارزنده شما در قوه قضاییه به موجب این ابلاغ به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب می شوید. امید است با توجه به رهنمودهای مقام رهبری و سیاستهای راهبردی قوه قضاییه و انجام امور محوله موفق باشید. در همین حال آخوند جلاد صادق لاریجانی سردشیم قضاییه خامنه‌ای به دفاع از سرکوب زندانیان برخاست و به نحو فضاحتباری به توجیه حمله وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان پرداخت. وی خطاب به مزدوران قضاییه رژیم گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین وظیفه قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها بوده و حسب گزارش رئیس سازمان زندان‌ها هیچ خلافی صورت نگرفته است، اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای به میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. سردشیم قضایی فاشیسم مذهبی در وحشت از اوجگیری اعتراضات خانواده‌ها و مردم به تهدید و خط و نشان کشیدن برای مردم متوسل شد و افسود: به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هر گونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت نظام بایستند. رئیس قضایی خامنه‌ای با اذعان ضمنی به انفعال و درماندگی رژیم زهر خورده افسود: همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلالگران و حامیان آنان به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده، از این پس هیچ گونه تسامحی نخواهد داشت. وی با تهدید مجدد زندانیان مضروب و مجروح در سیاه‌چال‌های رژیم اضافه کرد: در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و این گونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند؟